منابع خبری از قربانی شدن بیش از 80 غیر نظامی در حمله انتحاری در ولایت زابل افغانستان خبر دادند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه توییترش نوشته که بیمارستان غیر نظامی شهر قلات مورد حمله قرار گرفته و زنان و کودکان نیز در میان جانباختگان و مجروحان هستند. به گفته وی، در پی این حمله تروریستی که سنی‌های تندروی طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، تا کنون 17 تن از جمله دو پلیس جان خود را از دست دادند و 66 تن که همه آنها غیر نظامی هستند نیز مجروح شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنین گفته که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. رحمت الله یارمل، والی زابل، نیز وقوع این حمله تروریستی را تایید کرده و گفته که ساختمان امنیت ملی زابل در ولسوالی قلات و در همسایگی بیمارستان قرار دارد. برخی منابع محلی نیز تعداد جانباختگان و مجروحان این اقدام تروریستی را بیش از 110 تن اعلام کردند. پیشتر وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرده بود که از اول سپتامبر سال 2018 تا اول سپتامبر سال 2019 میلادی در 3717 خشونت مسلحانه و جنگی در افغانستان بیش از 16 هزار غیر نظامی جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند.